در این اواخر ما شاید هستیم که شیوع ویروس و کرونا مشکلات با خود داشته اما تعداد از جوانان دست به دست هم دادن تا فعالیت کنند به خاطر وقایه به خاطر جلوگیری بیشتر از این شیوع ویروس و کرونا که بعضی ها ماسک توزیع میکنن بعضی ها ژل ضد میپاشند در تمام جهات به هر صورت به فعالیت های خود ادامه میتن به خاطر از اینکه بدانند که شما تنها نیستین و بر شما گوشزد بکنند که ما هم با شما هستیم به خاطر جلوگیری و وقایش بیشتر فعالیت میکنیم ما هم خواستیم که دعوت داشته باشیم از دو جوانی که در این هرسه فعالیتی داشتن تعداد ماسک ها توزیع کردن و برنامه هایی داشتن آگاهی دادن به مردم به خاطر از اینکه وقایه بکنن از جناب قیس رحیمی خبرنگار و بانو زرخشه دیانا مشاور روان اجتماعی با ما هستند و بیشتر از این فعالیت خود بر ما خواهند گفت خیلی خوش آمدین بر رضایت خودتان از کدامتان باید آغاز کنیم <تصفح> خب. <تصفح> از بانو زرخشه خوش آمدین سلامت باشین سلام علیکم صبح شما بخیر صبح همه عزیز ما بخیر خیلی خوشحال هستم که امروز در برنامه هستم و تشکر میکنم از اینکه توجه نشان دادین به این برنامه که ما داشتیم چون خودتان آگاهی دارین که در این اواخر چقدر تمام جهان را ترسانده ویروس بله. کرونا و چقدر یک ویروس خطرناک است و باعث خیلی ضررهایی شده چی جانی و چی مالی بله دخلی. ولی متاسفانه در افغانستان خیلی ویروس جدی نمیگیرن و چی دولت و چی تجار ملی که اینا میتونستن خیلی کارهایی بکنن در میتونستن قیمت ماسک یا قیمت موارد بهداشتی را پایین بیارن ولی اینا برعکس عمل کردن خب ما هم خواستیم که در این قسمت کار کرده باشیم و با تیم ما یک جا تصمیم گرفتیم به در سطح شهر ماسک را توضیح کنیم و همچنان جلز دوفونی که بتانیم دقل آگاهی کنیم و مسئولیت و کوچک خود ما را اردا کرده باشیم بسیار خوب پس بس جناب قیز بشنویم صبح شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید سلامت باشین صبح شما و بیننده های عزیز تلویزیون یکم بخیر باشه ما هم به ادامه گفته های میخوایم این بگویم که ویروس و کرونا یک ویروس خیلی خطرناک می باشه ما شاهد تلفات جانی از این ویروس در, در کشورهای منطقه و به خصوص همسایه های نزدیک ما مثل چین و ایران بودیم و در کشورهای منطقه به خصوص ایران و چین تدابیر خیلی ویژه گرفته شد در قسمت از بین بردن این ویروس ولی در افغانستان برعکس شبه تمام مسائل دیگه که وجود داشته ده. از یک طرف مردم یا آگاهی درست از این مرض یا میکروب نداشتن و از طرف دیگه هم خیلی جدی نمی گرفتن به این خاطر یک طرح اعتراضی و یک طرح به خاطر آگاهی دهی توسط تیم ریخته شد و ما خواستیم که ایره همگانی بسازیم و یک مقدار ماسک را تهیه کردیم با پولی که امی چند نفر در تیم حضور داشتند امی را رفتیم ماسک تهیه کردیم و در شهر و بازار بر کسایی که توانایی خرید ماسک را نداشتند و توانایی تهیه امی جل ضد را نداشتند تهیه کردیم و تقسیم کردیم تا که باشه رسالت خود را انجام داده باشیم بسیار خوب از کدام شروع کردین از کدام قسمت شهر کابل شروع کردین فعالیت های تان یا ادامه داره یا قرار است به پایان برسه بله ما این فعالیت را از ساحه قسمت صدارت شروع مهم. کردیم امی قسم تا ختم شاهد شمشیره تا اون مسیر ما ها را به صورت رایگان به مردم توضیح کردیم و در دسترس اونا قرار دادیم و ولی برنامه ادامه داره ما تصمیم داریم که برنامه را به سطح بزرگتر و کلانترش هم انجام بدیم بسیار خوب پس بس شما مشنایم بانو زرخشه است برخورد مردم زمانی که شما ماسک توزیع میکردین چگونه یک برخورد با شما داشتن تشکری میکردن یا هم باز هم بعضی از که وجود داره بعضی ها به مسخره میگیرن و ماسک را هم اگر برشان بیتی او طرف نندازن یعنی در کل برخورد مردم چگونه بوده و همکاری مردم با شما چگونه بوده دقیقا قسمت که شما گفتین یک تعداد مردم از این کار استقبال کردن و خیلی به خوشی ماسک میگرفتن و تشکری میکردن ولی یک تعداد دیگه قسم که من پیشتر گفتم چون آگاهی خیلی لازمه ندارن و اینا فکر میکنن که شاید یک ویروس عادی باشه یک ده. مریضی خیلی عادی باشه که بتانن امرای او به صورت عادی مقابله کنن و اینا حتی ما با برخوردهای رو بروشدیم که جملات خیلی جالب میفتن مثلا یکی از کسایی که ما برشان ماسک دادیم ماسک نمیخواست از دست ما بگیره و میگفت ما به این چیزها اعتقاد ندارم و مرا خداوند نگاه میکنه خب این برخواسته از زمان عدم آگاهی ایناست که فکر میکنن انوز قدر پیشرفته نشده این مرض و ایایی ای که حداقل اگر پیشرفته شده باشه با اونا ضرر نمیرسانه در کل برخورد خود مردم خیلی خوب بود و اینا استقبال میکردن ولی خب به شما یک تعداد انوز هم هستن که قبول ندارن بسیار خوب پس بس شما مشنایم آقای قیس درباره آگاهی دهی تعداد از کسانی که با شما همکار هستند در کدام قسمت ها شما آگاهی دادین به مردم و ای که بانو هم گفت که تعداد از مردم هستند که با شما همکار هستند اما تعدادشان زمانی که باش گوش زد بکنی اتنا نمیکنن یا توجه نمیکنن به این موضوع از تعداد کسانی که آگاهی میتن بر ما بگوین که موضوع ترک با مردم شریک میسازن خب این تیم قسمت تنظیم شد ساخته شد که یک جمع از دوستای خیلی نزدیک با هم توافق و می کردیم یک مقدار پول را جمع بکنیم که در تیم تعدادشان به هشت یا ده نفر می رسید که ما اگر نام ببرم خوب میشه نبیل جان بانو نجوه عالمی اسما سعادت نورین جان بانو مدینه بانو بهشته حمیدی بانو زرخشه دیانا و خودم تمام ما یک مقدار پول را جمع کردیم قبل از اینکه پول را برای ماسک تهیه بکنیم قبل از او در شبکه های اجتماعی هم ما امی موارد را که وزارت صحت عامه میخواست در اختیار مردم قرار بده این اطلاع رسانی کردیم بعد از او وقتی که ماسک ها توضیح شد دوباره باز هم ما یک پست در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه گذاشتیم به خاطر از اینکه این ای روند یا همین کار را که ما انجام دادیم یک کار اعتراضی بود نه. هم در مقابل با دولت هم در مقابل با تجار به خاطر از ما می بینیم که فعلا هم دولت همی کار را نکرده یعنی نتانستن ماسک که مورد نیاز است ده. یا مثلا همی وسایل زدفونی که نیاز است را تهیه بکنن به صورت رایگان یا حداقل به مو نرخه که مردم بتانن او را دست بیارن از بازار و از طرف دیگه هم تجار در افغانستان به شکل این مواد را احتکار کردن و در دسترس مردم قرار نمیتن و ما از طریق شبکه های اجتماعی خواستیم که نمیره به گوش تمام مردم برسانیم و دقل اونایی که توانایی نم. امیره دارن بیاین یک مقدار پول دیگر جمع بکنن تهیه بکنن این ماسک را ما زیر پست خود یک هشتگ گذاشتیم که یک ماسک یک زندگی نم. و دوستایی که میخواین نمی روند ادامه داشته باشه به هر اندازه که توان دارن حالا خودشان میتونن تهیه بکنن نمیتونن مثلا خارج از کشور هستن از طریق تلویزیون شما میخوایم برشان بگویم که خودشان میتونن تهیه بکنن خو خیلی خوب است نمیتونن هم میشه که با ما در تماس شوه ما دوباره همین کار را چون میروند ادامه داره برای یک مدت ما تهیه بکنیم و دوباره به مردم میره تقسیم بکنیم بله بسیاری از دوستای ما علاقه دارن که با شما یک جا شون با شما همکار باشن در بخش اینکه اطلاع دهی به دهی یا میتونن با شما بیاین فعالیت های داشته باشن بله بله این روند گفتم یک روند رضاکارانه بود نه. فقط به خاطر از اینکه شما میفهمین داخل افغانستان اکثر موارد را خیلی مردم جدی نمیگیرن و خیلی سرسری ازش میگذرن حالا با اینکه که مثلا ما امکانات خیلی کم داریم داخل کشور به خاطر مالجه ای مرض به این خاطر ما دوست دارم که کسایی که دوست دارن با ما امراه راه شوند هم از طریق تلویزیون شما و هم از طریق شبکه اجتماعی میتونن با ما در ارتباط باشن تا امی تیم را بزرگتر بسازیم و اطلادیهی نسبتاً بیشتر و بهتر باشن بسیار زیاد تشکر از این که به خاطر مردمتان کار میکنین از این همیشه مفید هستین آخرین پیام های شما را می داشته باشیم گفتنی های شما را سیاه کتا آخرین پیام مر بازم راجع به با امی مرض است یا ویروس کرونا که از مردم خواهش میکنم این را جدی بگیرن نه. یک چیز شوخی نیست با جان شوخی نمیشه نه. دقل اگر بر خودشان فکر نمیکنن به عزیزانشان فکر کنن که اگر جان خود اینا در خطر بیفته حتما به اونا هم ضرر میرسه پس این را جدی بگیرن روزانه به توصیه هایی که وزارت صحت عامه میکنه و او گوش به تندسای خودشون بشوین و از ماسک استفاده کنن مخصوصا از مواد ضد عفونی کننده بیشتر استفاده کنن تا بتانیم در مقابل مرز پیش از ای که خیلی واگیر شوه مقابله کنیم بسیار تشکر از شما همیشه موفق باشین در کارهای رضا تشکر شكت. از شما باشه. از شما بیننده های عزیز هم تشکری میکنم که با ما همراه بودین پایانی برنامه است و از لامه دیزاین هم تشکری میکنم مرکز خوش سلیقه ها اگر دوست دارین همیشه خوش سلیقه جلوه کنین پس لامه دیزاین در خدمت شما است تا برنامه بعد بترود